بسم الله الرحمن الرحیم حدیث 24 فضل الله بر بندگان وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. از ابی ذر غفاری رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که از پروردگارش عز و جل روایت میکند که فرمودند ای بندگان من که از پروردگارش از زوجر روایت میکند که فرمود ای بندگان من ظلم را در خودم حرام نمودم و آن را در میان شما حرام گرداندم پس به همدیگر ظلم نکنید ای بندگان من همه شما گمراه هستید مگر کسی که من او را هدایت نمودم پس از من راهی راست را بخواهید تا شما را به آن رهنمایی کنم ای بندگان من همه شما گرسنه اید مگر کسی که من او را طعام داده ام پس از من طعام بخواهید تا شما را طعام دهم ای بندگان من همه شما برهنه اید مگر کسی که من او را پوشاندم پس از من لباس بخواهید تا شما را بپوشانم ای بندگان من در حقیقت همه شما شب و روز خطا میکنید و من گناهان را میبخشم. پس از من آمرزش بخواهید تا شما را بیامرزم. ای بندگان من شما هرگز نمیتوانید به من زیان برسانید و هرگز نمیتوانید به من فایده برسانید. ای بندگان من اگر از اولین شما تا آخرین شما و از این سو جن شما همه به پرهیزگارترین قلب باشید مانند این که یک به یک شما پرهیزگار باشید این پرهیزگاری شما در ملک من چیز زیاده نمی کند ای بندگان من اگر اول و آخرتان و این سو جن شما همه بر بدترین قلب باشید این بدی شما از ملک من چیز کم نمی کند. ای بندگان من
اگر اولین تا آخرینتان و انس و جن شما همه در میدان ایستاده پس از من حاجتهایشان را بپرسند و من به هر یک شما آن چی خواهد بدهم، این خواهش از آن چی که در نزد من است کم نمی کند، مگر چنان کم می کند که سوزن هرگاه در بحر داخل کرده شود. ای بندگان من این همان عملهای شماست که برای شما می شمارم، سپس به شما به وفا و تمام می رسانم. پس کسی که خیر را یافت باید الله را ستایش کند و کسی که غیر این را یافت پس ملامت و سرزنش نکند مگر خودش را، پس بجز خودش کسی را ملامت نکند. این حدیث را امام مسلم روایت کردند. فایده های حدیث: فایده اول، البته بعضی حدیث هاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را از پروردگارش روایت میکند، ضمیرهای سخنگوینده را در بر میگیرد که به سوی الله باز میگردد و این حدیث را حدیث قدسی گفته میشود. فایده دوم، حرام گرداندن الله ظلم را بر خودش و پاک بودن او از ظلم با اثبات کردن کمال ضد آن و آن عدل است. فایده سوم، حرام گرداندن الله ظلم را بر بندگان برای نفس های خودشان و برای دیگران. فایده چهارم، سخت محتاج بودن بندگان به پرسیدن پروردگارشان هدایت، طعام، لباسه و غیره از کارهای دین دنیا اشان. فایده پنجم، البته الله از بندگانش دوست می دارد که همه چیزی که به آن احتیاج دارند از کارهای دنیوی و دین او را بپرسند. فایده ششم، کامل بودن ملک الله سبحانه و تعالی و این که بندگان او را فایده و ضرر نمی رسانند بلکه فایده و ضررشان به خودشان باز می گردد. فایده هفتم، البته بندگان از خطا سلامت می مانند و البته بر آنها توبه و طلب مغفرت کردن از این خطا لازم می آید. فایده هشتم، البته تقوا و فجور در دلها می باشند از روی فرموده او، از روی فرموده او که فرمود به پرهیزگارترین دل مرد و دل مرد. فایده نهم، البته ملک الله را طاعت اطاعت کنندگان زیاد نمی کند و نه معصیت آسیان کم می کند. فایده دهم، کمال غنای الله و کمال ملک او و اینکه او اگر اولین و آخرین بندگانش را همه آن چیزی را که پرسیده ان عطا نماید از ملک خزینه های الله عز و جل چیز کم نمی شود. فایده یازدهم، تشویق و ترغیب کردن بندگان بر طاعت و حذر کناندن آنان از معصیت و اینکه همه این بر آنها شماریده شده است. فایده دوازدهم، البته کسی را که الله برای راه نیک موفق گردانده است به سعادت دنیا و آخرت ظفر می‌یابد. در راه هدایت رفتن و بر آن ثواب حاصل کردن فضل الله است. فایده سیزدهم، البته کسی که کوتاهی کرد و عملی بد کرد زیان و ضرر می‌بیند و پشیمان می‌شود وقتی که پشیمانی فایده ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.